نوپا جار زدی که حکیمی به شهر آمده؟ بله حکیم. در شهر کسی بیمار نبود که بیاید؟ بود. بود؟ کسانی گفتند بیمارن، اما شمایلشان به بیمار نمیماند. خب پس کجایند؟ شاید در پس در باشن. برخیز و در بکشا. چشم حکیم. آمدند حکیم. بسیار خوب است. تک تک به خانشان. چشم حکیم. نوبت از آن کیست؟ من. داخل شو. سلام جناب حکیم. سلام ای مرد، بیا بنشین. حکیم، بی طاقتم. ببینم امروز چه خورده ای؟ چیزی نخوردم حکیم. هیچ نخوردی؟ اندکی نان سوخته. دیگر چه خورده ای؟ دیگر قدری نان سوخته حکیم. دیگر چه؟ باز هم قدری دیگر نان سوخته خوردم حکیم. پس نان سوخته به غایت خورده ای؟ بله بله بله. نوپا؟ بله حکیم. آن حقه داروی چشم را بیاور. برای چه؟ باید جوهر در چشم این بیمار بکشم. چشم حکیم. حکیم من درد شکم دارم، نه درد چشم. چشمت اگر می دید نان سوخته نمی خوردی. درمان شدم. مرحمت زیاد. نوپا؟ بله حکیم. دیگری را بخوان. چشم حکیم. نوبت بعد از آن کیست؟ من. داخل شد. سلام حکیم. سلام شاگرد حکیم. سلام علیکم. بیا بنشین ای مرد. دردت را بگو. عرض کنم که چیزی روی دلم مانده، مدام میگردد و ول نمی کند. دیگر چه؟ دلشوره و اندوه به همراه در دلم دارم. ببینم ای مرد شغلت چیست؟ شاعرم. خب تا به حال شعری سروده ای که برای کسی نخوانده باشی؟ آری. برای من بخوان. شعرم را؟ آری.
من بیمارم، حوصله شعر ندارم. شعرت را بخوان تا مداوایت کنم. اما بدان حکیم که تا به حال شعرم را بر کسی نخواندم. خب حال برای من بخوان. ای که می روی خرامان، مرو به سوی بیابان، بیا به خانه من که بر تو عاشقم من. یک بار دیگر بخوان شعرم را. ای که می روی خرامان، مرو به سوی بیابان، بیا به خانه من که بر تو عاشقم من. یک بار دیگر بخوان شعرم را. هری هری شعرت را. ای که می روی خرامان، مرا به سوی بیابان، بیا به خانه من که بر تو عاشقم من. بسیار خوب، حال برخیز و برو. درمان شدم؟ آری آری، آرام شدم. چگونه شد که درمان شدم؟ شعری را که نخوانده بودی، دلشوره در دلت نشانده بود و اندوه در قلبت. آن را خواندی، تمام شد، حال از اندوه رستی. ممنونم حکیم، ممنونم. ای که می روی خرامان، مرا به سوی بیابان، بیا به خانه من که بر تو عاشقم من. ای که می روی خرامان، مرا به سوی بیابان، بیا به خانه من که بر نوپا. نوپا. بله حکیم. دیگری را بخوان. چشم حکیم. نوبت بعد از آن کیست؟ منم. داخل شو. سلام. سلام ای مرد، بیا بنشین، دردت را بگو. اشتهایم کم شده حکیم، برایم نسخه بنویس تا به اشتهایم. ببینم امروز چه خورده ای؟ ناقابل بود، گفتم ندارم. بابا الان بگو. چشم، چون اصرار میکنید میگویم. صبح 5 من خربوزه با 5 من نان خوردم، ساعتی بعد 3 من انار خوردم جای شما خالی، بعد حوس به شیرینی کردم، 2 من حلوای جوز خریدم و خوردم، لیکن اشتهایم کور است. که اشتهایت کور است. کور است. بسیار خوب. 10 من شیر خشت، 20 من ترنجبین، 30 من تمر هندی و 40 من آلوی خشک.
اینها را در گلاب میجوشانی و میخوری که خوب میشوی. اینها را چگونه بخورم حکیم؟ سه بار در روز، هر بار همه ی آنچه را که در نسخه نوشتم. نوپا. بله حکیم. دیگری را بخوام. بیرون. چشم حکیم. آخرین چگونه نسخه ایست حکیم؟ آن چه غذا بود که خوردی؟ چشم دلت را باید درمان کنی. بیرون. این چه حکیمیست؟ جار میزند به شهر حکیم جدید آمده. بیرون. نوبت بعد از آن کیست؟ منم حکیم جان. داخل شد مریض. به فریاد ابرز حکیم جان، به فریاد ابرز که مردم. بیا بنشین ببینم مرد چه شده. آخ، سه روز است هیچ نخوردم. هیچ؟ سه روز پیش چه خورده ای؟ سه روز پیش صبح زود به دکه کله پزی رسیدم. کله پز دکه گشوده بود. بوی کله پاچه دیوانه ام کرد. شش دست کله پاچه خریدم و خوردم. البته تو بگیر سه دست. چهار من نان سنگک خریده بودم برای خانه. چهار من را با کله خوردم. البته تو بگیر دو من. بعد از کله پزی بیرون شدم. شیرینی پز دکه گشوده بود. ده من حلوای بادام گرفتم و خوردم. البته تو بگیر پنج من. بعد به سوی خانه بیرفتم. خانه هم در بازار است. 20 من انگور گرفتم برای خانه. انگورها را در راه همه خوردم. البته تو بگیر 10 من. بعد به دم خانه رسیدم. خرکچی فریاد میزد خربوزه. خربوزهش گرگاب بود. 60 من گرگاب گرفتم برای خانه. رسیدم به خانه، عیال در خانه نبود. گرگاب ها را همه خوردم. البته تو بگیر 30 من. بعد 40 من جوز قند. بله کافیست. بله چشم باشد کافیست که اینطور. حال تو حساب نگه دار. بفرمایید. نگه بیدارم. شما بفرمایید. 6 سال سرسام میگیری. بله. البته تو بگی 2 سال. بله. 4 سال دق کنی. بله. البته تو بگیر 1 سال. بله. هر دو چشمت کور شود البته تو بگیر 1 چشم. و هر دو پایت شل شود البته تو بگیر 1 پا. و چون بمیری و تو را در خاک نهند و بر روی تو خاک بریزند، آن هم 100 خروار خاک، تو بگی 50 خروار. ده اگر من بمیرم درمان را چه سود؟ ها؟ وقتی که حساب شکم نگه داری به حکیم و درمان نیاز نداری. اه پس حکیم را به چه کار آید؟ به درمان مرض. دیاری که مردمش به اعتدال خورند نیازی به حکیم ندارد. نوپا. بله حکیم. در حجره را ببند که از این شهر می شویم. حکیم جان حال من با این شکم گرسنه چه کنم؟ تو همان میکنی که گفتم. برخیز و برو. آخر 3 روز از من هیچ نخوردم. با این شکم گرسنه چه کنم؟ چگونه آن را پر کنم؟ حکی، یک نفر دیگر باقی است. تو خود درمانش کن. من؟ چشم حکیم. داخل شو.
سلام حکیم دانا. سلام علیکم. بنشین. خب بگو ببینم دردت چیست؟ مویم درد می کند حکیم. ها؟ آره مویم درد می کند. مویت؟ آره موی سرم. بگو ببینم چه خورده ای؟ نان و یخ. ها؟ آره نان و یخ. نان و یخ؟ آره. حکیم جان به فریادم برس. این نه دردش به درد آدمیان میماند نه قضایش به قضای عالمیان. روانش کن به نزد حکیم جانوران.